سلام دوستای نازنین، امروز بر شما طرز حلیم تهیه میکنم. نظر به خواهش باز از خواهرای نازنین. مرغ نیم کیلو ضرورت است. شما میتونین از گوشت گوسفندم هم استفاده کنین و دو گیلاس چای خوری 400 گرم گندم پوست شدگی، دو گیلاس برنج لوک، دو ساعت پیش تر کردیم و گندم همچنان 4 ساعت پیش تر کردیم، دو عدد پیاز، نمک، سینمن یا دالچین، ایل چای به ذوق خود شماست. اگر دوست ندارین اضافه نکنید. روغن هم ضرورت است. از اولتر سینه مرغ یخنی می سازم، بعدن یخنیش جدا میکنم و کم آب دیگه میندازم. بر 5 دقیقه دیگه جوش میدم که آبش ضرورت داریم. کم نمک هم اضافه میکنم. دوستای نازنین 20 دقیقه موندم پخته شد. حالا یخنیش او طرف میکنم و کم دیگه آب میندازم که بر 5 دقیقه دیگه جوش بخوره که آبش ضرورت داریم. دوستای نازنین، اگر شما مرغ دوست ندارین یا سینه مرغ، میتونین که از گوشت گوسفند اضافه کنین یا از گوشت گوسفند تیار کنین. حالا به داخل دیگ گندم میندازم. دو گیلاس گندم از 400 گرم 5 ساعت پیش تر کرده بودم یا 4 ساعت پیش که کاملا نرم شود گندم، با آسانی بتانیم پخته کنیم. اول 2 لیتر آب میندازم، بعدا اگر آب کار شد میتونیم 1 لیتر دیگه هم آب پرتیم که 3 لیتر شود. بعضی گندما آب کم میبره، بعضی گندما آب زیاد. شما آب جوشه به پلیتون بانین اگه ضرورت شد. دوستای نازنین، هر 3 یا 5 دقیقه بعد قاشق بزنین یا امرای چمچه یا قاشق شور بدین تا قفای یا دور دیگ به این شکل میشه، باز گازتانه یا منقلتانه خراب می سازه. شما به نزدیکش باشین که سر نره. بعد از 1 ساعت ببینین گندم نرم شده. از یام کده می تونین که نرم تر بسازین. کمه حوصله کار داره و برنجی که تر کردیم 2 ساعت پیش آلبایی گندم اضافه کردم. می مانم که جوش بخوره به آتش متوسط. دوستای نازنین، ببینین برنج، وقتی که برنج اضافه کردین آب برنج زود خود خشک میکنه. شما استاد باشین با پلی دیگتون و شور داده برین. اگر هاوز آب ضرورت شد شما باز آب اضافه کنین و 1 قاشق چای نمک ضرورت است، چون میخواییم که خوشمزه تر بیایه. حلیم باید نمک هم اضافه شود. بعد از 2 ساعت یا 1.5 ساعت به این شکل میشه حلیم یا گندم و برنج نرم شده. اگه شما دوست دارین که نرم تر شد میتونین که از این کده نرم تر بسازین. آل با بلندر دستی میده میکنم، نرم میسازم که تا برنج و گندم خود حلیم بسازه. برای 10 دقیقه خوب نرم کنین که گندم یا برنج درست نمانه، خوب نرم شده. دوستای نازنین، یخنی دومه را که به شما گفتم او طرف نکنین. آله کم کم انداخته به حلیم که زیاد سخت نشه. آیسته آیسته بندازین و با نرم کننده نرم کنین حلیم. دوستای نازنین، حلیم حوصله کار داره، باید نرم شوه که حلیم به حلیم مانه.
سینه مرغ نرم کردم، البته میده کردیم. آل اضافه میکنم با حلیم، مخلوط میکنم. خوب مخلوط میکنم با این نرم کننده، نرم میسازم و بعدا سراتش بر 10 دقیقه یا 5 دقیقه میمانم که با سینه مرغ کم پخته شوه. بعدا برای 15 دقیقه دیگه دم میدم، البته با آتش بسیار کم. ببینید دوستای نازنین، کاملا نرم شده حلیم. آل یخنی را کم کم انداخته تا حلیم خوب خود نرم بسازه و بعدا 4 قاشق غذاخوری روغن اضافه میکنم. بعضی کسا مس کم اندازن، بعضی کسا روغن. روغن به نظر من بهتر میباشه. روغنه که اضافه کردم سرشم میمونم، البته دم میتونم با حرارت بسیار کم که دم بخوره. برای 15 دقیقه اولا باز به ظرف کشیده و شما نشان میتونم که چه قسم حلیم آمده. یک قاشق چای ایل میده شده اضافه میکنم. اگر شما دوست ندارین، به ذوق خود شماست، میتونین که بدون ایل تیار کنین. بعد از 15 دقیقه حلیم و ظرف می کشم. دوستای عزیز، حلیم تیار است. خدا کنه که ویدیو بر شما خسته کن نبوده باشه، لذت ببرین. واقعا حلیم بسیار خوشمزه است. اگر شما بازم تکرار میکنم با سینه مرغ خوش ندارین که تیار کنین، میتونین که همراه گوشت گردن گوسفند تیار کنین. دوستای نازنین، خودتان میبینین که از سینمن یا دالچین، پودر دالچین روی حلیم انداختم با شکر و همچنان روغن هم مندازم. بسیار خوشمزه میسازه. البته روغنتان باید داغ باشه که خوشمزه تر بسازه حلیم. دوستای نازنین، روغن داغ مندازم بر روی حلیم. روغن بسیار داغ باشه که خوشمزه تر بسازه حلیم. دوستای نازنین، حلیم تیار شد، خودتان میبینین. انشالله که خوش شما بیاید، لذت ببرین. ویدیو بر شما دلچسب باشه. اگر دلچسبم نبود مرا ببخشین. چیزی که یاد دارم و میتونم بر شما تیار میکنم و کسایی که منتظر هستن، بعضی دوستا چیزهایی که غذاهایی که خواستن، شیرینیهایی که خواستن، حتما برشون تیار میکنم. منتظر باشین دوستا عزیز. ببخشین که تال میخوره، چون روزا کوتاست، وقت کم است. انشالله برای همه شما تیار میکنم. بازم دوستای نازنین، شما را به الله پاک میسپارم. انشالله که شب و روز بخیر داشته باشین، با فامیل عزیزتان جور آرام باشین. خدا نگهدارتان. خداحافظ.